بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. دوشنبه 15 آذر ماه 1395 و برابر با 5 دسامبر سال 2016 میلادی، فردا 16 آذر هست و گویا آقای رضا پهلوی بالاخره به این نتیجه رسید که بابا ایشون شاه نیست و بهتر قبل از روز دانشجو به مردم بگه. شنیدم، حقیقتا نگاه نکردم چون سالهاست که حرفای ایشون چون به اصطلاح جز تکرار مکررات چیزی نیست، قابل توجه هم نیست، و شنیدم که هم در تلویزیون که نه والا نمیدونیم دیگه، همه چی قاطی شده، کیهان لندن که قسمت تصویریش رو آقای بیژن فرهودی گویا مصاحبه میکنه، آقای رضا پهلوی گفته بابا من شاه نیستم، دست از سرم بردارید، و هم در رادیو فردا. حالا اگر فرصتی بشه من در ساعت 3 بعد از ظهر از آقای نصر احمدی میپرسم اگه ایشون نظری داشته باشه. یه مشکلی که من با آقای نصر احمدی دارم متاسفانه، و امیدوارم که دوستان مثل آقای چمنارا، دوستان روی فیسبوک به من بنویسن که صدا و تصویر چگونه است، چون ما امروز یه میکروفون جدید استفاده کردیم برای دوربین فیسبوک، اینم به خاطر علی آقای گل که هر چی میگیم بابا تو تنها هستی که صدای ما رو نمیشنوی، دیگران میگن صدا خوبه، میگه نه الا للا از نمره 10 من به شما میدم 3. فکر کنم این نه که بچه هنرستانی بوده، میدونه ما نمره های 3 و 4 و اینا رو بیشتر دوست داریم، نمره های 2 رقمی گیرمون نمیاد. در هر صورت مشکل من با آقای نصر احمدی اینه، امروزم تو برنامه گفتم آقای نصر احمدی یا متاسفانه یا خوشبختانه هنوز تو قرن 20 زندگی میکنه، همش از تلفن استفاده میکنه، اهل ایمیل و تکست و اینها نیست. تلفن هم که استفاده میکنه انتظار داره که همه نشسته باشن تو خونه و به ایشون پاسخ بدن. آقا ما اینجا باید برای یه لقمه نون از صبح سحر تا شام تاریک بدویم، اگر جون سالم برسیم خونه، به قول آمریکایی‌ها میگن another day another penny، یعنی یک روز دیگه گذشت و ما یک پنی، یک سنت، یک صدام دلار درآوردیم. اینم از این ماجرا. در صورت امیدوارم که آها، وقتی هم از ایشون من یه پرسشی میپرسم میرن و نیم ساعت 45 دقیقه فقط درباره اون موضوع صحبت میکنن، اون وقت شما دوستان از من شاکی که آقا چرا این سوالو پرسیدی. خب نمیپرسم، وقتی چند نفر از اون روستاها پرسیدن که نظر آقای احمدی چیه، من چی بگم؟ من دیگه نمیپرسم. خودتون خواستید مستقیما باهاشون تماس بگیرید، شماره تلفنشون خیلی ساده و چیز هست، به اصطلاح 818 201 57 79 818، ایریا کد کالیفرنیا اگه یادتون رفت، و 201 57، سالیه که در ایران انقلاب شد، 79 هم سالیه که در ایران انقلاب شد به تاریخ انگلیسی. و اما امروز گفتم که دوشنبه هست و 5 دسامبر و 15 آذر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک، ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، میریم سراغ آقای مهندس چمنارا. آقای چمنارا چند دقیقه صحبت میکنن، بعد اون سرود شاهنشاهی رو به قول خودشون گوش میدیم و بعدش میریم به کالیفرنیا سراغ آقای دکتر نصر احمدی. و امروز آقای دکتر نصر احمدی خواستن که یه وقت بیشتری داشته باشن، ما گفتیم اوکی، بعدش شما میتونید تا 90 دقیقه یا حتی تا 120 دقیقه هم برنامه داشته باشی. پس منتظر آقای چمنارا و دکتر نصر احمدی باشیم. و اما اجازه بدید من تشکر کنم از دوستی که امروز یک ویدیویی رو برای من فرستاد. این دوست ما آقای هندریک قدیما هم برای ما زیاد ایمیل میفرستاد و ایمیلای خوب و به جا و به اصطلاح انفورماتیو که به درد بخور، نه اینکه هر آشغالی برای این رسید این بگه حالا که وقت من تلف شد پس من وقت سوربیرم تلف کنم.
خلاصه برای من امروز 7 دقیقه ویدیو فرستاده بود. اگه اشتباه نکنم ویدیو مال دکتر سمیعی هست، اون متخصص ایرانی، خیلی قشنگ توضیح میده در رابطه با چرا سکته میکنیم و چگونه سکته نکنیم. سکته درسته یا سکته؟ و توضیح میده که چرا بیشتر صبح ها، اونم ایشون میگه وقت سحر، وقت نماز سکته میکنن. دلیلش میگه چربی خوراک شبه، کم آب خوردن شبه، اینا توی به اصطلاح رگ ها رسوب میکنه، بعد صبح میاد تو قسمت پا، مخصوصا اگر پا سرد باشه. بعد توضیح میده که چقدر کرسی اون موقع خوب بوده. بعد باز میره توضیح میده، میرسه به این که زالو انداختن، و میگه اگر یه کسی چیز کنه به اصطلاح سکته کنه، ولی تو همون فرصت یعنی همون ساعتهای اولیه برسن بهش، و اون روش نمیدونم میگفتن زالو انداخته یا حجامت، این کار انجام بده، شانس این که بهبود پیدا کنه هست. ولی اگه چند ماه گذشت بالاخره یه قسمتش فلج میشه. این رو من به عنوان حمایت از جامعهمون، به عنوان کمک برای شماها پخش میکنم. اگه کسی دوست داره اونم حمایت کنه از تلویزیون مردم، بگه سوربی به خاطری که اینو داری پخش میکنی، مخصوصا الان که میریم به طرف فصل تعطیلات و جشن ها و همه، چه بخوایم چه نخوایم پرخوری میکنیم. هرچی به دوستان میگیم والا خوردم تا اینجا نفسم بند اومده، میگن آقا یک شب که هزار شب نمیشه. میگیم بابا دیشب هم همینو گفتیم، پریشب هم همینو گفتیم. توصیه میکنه بعد از شام حتما چند لیوان آب بنوشید، به طوری که مجبور بشین نصف شب بلند شین برین دستشویی. توصیه میکنه بعد از شام حتما یک قاشق سرکه یا آب لیمو، خب اینم خیلی واضحه دیگه، اسیده، اونم چربی. در اصل ممنونم از هنری، ممنونم از شمایی که حمایت کنید این برنامه رو. طبق معمول گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، آقای دکتر نصر احمدی چون خودش تو نیویورک توی کالیفرنیان خیلی متوجه ساعت تو برنامه اینجا و اونا نیست، ساعت 1:56 برای من زنگ زدن و من اون موقع اصلا چی میگن نمیخوام بگم اینگاه پدرمون مرده و صد تا فکر تو مغزمونه، ولی داریم فکر این دستگاه رو درست کن، اینو درست کن ببینیم چی میگه. آقای سفر دادور بگو ببینیم صدای ما روی فیسبوک چگونه است. این همکلاسی قدیمی ما اون روز گفت بعد ما رفتیم یه میکروفونی خریدیم و سیستمای آیپد و اینای جدید، میدونید که اون قسمت میکروفونش دیگه چیزای 3 قسمتی کار نمیکنه، اینا هم هی عوض میکنن که شما مجبور بشی بری بخری. من از آقای دکتر نصر احمدی و دوستانش خواهش میکنم این روش تلفن و اینا رو یه مقداری ول کنن، یا تکست، یا حتی اگه تلفن هم میزنن منتظر نباشن که ما اینجا باشیم پیام بذارن. فان یه دوستی اون روز زنگ زده بود، آقای محبی از رادیو مادر، و گفت بود آقای سوری من چندین بار زنگ زدم ولی جواب نمیدین. خلاصه اون بار که مسیج گذاشته بودن من زنگ زدم گفتم خب مسیج بذاریم من جواب میدم، ولی ایشون به اون تلفن 703 ما که دیگه از امروز هم نشون نمیدم، میبینید با بزرگ نوشتم این fuadmardomtv.com به جاش اینو نشون میدم، تماس گرفتیم و شماره تلفن 202-695-2573. چند تا از دوستان اون روز گله کردن که ای آقا شما ربع ساعت اول فقط داشتید راجع به تبلیغ و اینا صحبت میکردید. گفتیم والا ما تبلیغ کجا رو کردیم، بگید اقلا بریم ازشون پول بگیریم. ولی خوشم میاد پتیک این دوست ارمنی ما قشنگ آمده بود، این توی مجلس که میرن صورت جلسه میکنن یا اون اجندا رو می‌نویسن که در ساعت فلان جلسه آغاز شد، اول به مسائل گذشته، دوم مثلا برای مدت 5 دقیقه فلانی صحبت کرد، برای 10 دقیقه این صحبت کرد، قشنگ همه رو ردیف کرده. و این نشوندنده یک نظم و ترتیبیه از این شخص. دیروز برای من یه عکسی فرستاده بود که با نردبون رفته بود داشت یه جایی رو رنگ میکرد، والا چی میگم والا من این عکسی که دیدم من وحشت کردم. یه نردبونی رو گذاشته بود سینه یه دیواری،
یه چوبی رو اینجوری گذاشته بود رو نردبون و رفته بود اونجا با یه چیزی مثل این نمیدونم رولر بهش میگن اینجا قلتک رنگ میکرد. گفتم آقا مواظب باش، شما فکر نکنی کارمند سیرک دو سوله هستی. سیرکو دو سوله یعنی سیرک خورشید میشه فکر کنم به فرانسوی، که خیلی کارهای عجیب غریب میکنن. سلام و خوش آمدید، ممنونم. لطف کنید بنویسید صدا هم توی فیسبوک چگونه است، قابل شنیدن هست یا نیست، یا این میکروفونو قطع کنم و برم بدم پس پولمو ازشون بگیرم. ممنونم از آقای علی شیرازی عزیز و بریم سراغ برنامه امروز. امروز 3 تبلیغ حقیقی میخوام انجام بدم، ولی اونو از ترس شما دوستان میذارم ساعت 2:45. اون وقتا واقعا اینجوری بود، میگفتیم مثلا ساعت 8 شب یادم برنامه ها شروع میشد با دوستان آقای خانم مریم جعفری و بردیا و آقای محمد علی و بابک و اینا، 8 تا مثلا 8-7 اخبار، بعد نمیدونم تاپیک، موضوع، مهمان، اینا همش ردیف بود. یعنی 58 که برنامه بود قشنگ شما میدونستید دقیقه چند چی هست. بعد که دیگه این تلویزیون ها خیلی خودمونی شد و آقا نمیدونم نوکرتم و قربونتم و قدم شما رو سرمون و اینها، برنامه هم اینجوری آبکی شد. هم صدا و هم تصویر خوبه. علی عزیز از ترکیه، اگر دیگه بگی صدا ضعیفه تحویلت میدم به سفر. سفر لوره، فکر کنم علی از ترکای شیراز باشه. گفت اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خاول ترکیش بخشم سمرقند و بخارا را. خب و اما صحبت از رادیو مادر کردم. آقای محبی دیروز آمدن اینجا و مژده میدم به شماها که ایشون با وجودی که هی میگه من مسنم و بلد نیستم و اینها، بهش گفتم آقا شما شکست نفسی میکنی، ماشاءالله این تلفنشو اینجوری اینجوری که میکرد، گفتم شما از من سریعتر اینا رو این ور اون ور میکنی. آمد و برنامه های فیسبوک رو روی به اصطلاح اون سیستمی که دارن سوار کردن و امروز دیدم که روی رادیو مردم نوشتن به زودی رادیو مردم تصویری میشوند، اما کار با اون رو بلد نیستم. آقای محبی وقتی اومد دیروز اینجا، خب ایشون سالها تو رادیو تلویزیون کار کرده، یه مدت اینجا تو رادیو تلویزیون رنگارنگ بود، تو ایران تو تئاتر و اینها بوده، جایزه ها گرفته، برید عکساش اینا رو ببینید. بعدم که وقتی آمده اینجا رفته کالیفرنیا توی پرژن رادیو، نمیدونم دیگه اینقدر داریم نمیدونم مالکیه مالکی نیست، اونجا کار میکرده. وقتی این پروگرام رو دید گفت آقا این پروگرامه، گفتم اینو میتونید مجانی داشته باشید استفاده کنید، ولی روزی که خواستید به اصطلاح ازش دیگه اون نوشته روش نباشه، ما نماینده فروشش توی آمریکا هستیم و اگه میخواین میتونیم یکم هم بهتون تخفیف بدیم. قیمتش هم از $200 هست، $200 یعنی $199، بعد $399، بعد فکر کنم خلاصه همینجوری میره تا $1000. برای کاری که آقای محبی میکنه من فکر کنم همون $199 چیز باشه، به اصطلاح کافی باشه. در صورت اگه ایشون پول زیادی داشته باشه بخواد خرج کنه، we don't mind، یعنی ما مشکلی نداریم که پولشون رو بگیریم و استفاده کنیم. در اصل بذارید من این رادیو مادر رو هم به شما نشون بدم، شما هم میتونید امتحان کنید. مادر رادیو یه صفحه جدید روی فیسبوک باز کردن که این صفحه چون یعنی بی‌نهایت میتونن طرفدار، فن، نمیدونم شنونده داشته باشن، مثل اون صفحه خودشون که فقط 5000 تا هست و بعد بسته میشه نیست. میبینید مادر رادیو و اینجا باز نوشته مادر رادیو @ مادر رادیو و خلاصه دیدم امروز صبح که این برنامه ها رو دارن امتحان میکنن و نوشته بودن به زودی رادیوی مادر تصویری میشود. من بهشون تبریک میگم و خسته نباشید. و دیروز بهشون گفتم من از روزی که تلویزیون مردم رو باز کردم این تنگ نظری رو یعنی نداشتم و امیدوارم همینجوری بتونم نگهش دارم، نداشته باشم تنگ نظری رو. با هر کسی دشمنم بوده،
دوستم بوده، موافقم بوده، مخالفم بوده، حاضر شدم کار کنم و خودتون میتونید برید ببینید برنامه ها رو که ما این رو هم ثابت کردیم. پس رادیو مادر، آقای محبی، و باز همینجا بگمتون که آقای دکتر نصر احمدی، دوستانی که کمکشون میکنن، وقتی صفحه خودشون درست کردن، بعد صفحه پیج درست کردن و ما گفتیم آقا فقط اسم فارسی ننویسید، اینها لطف کردن اسم انگلیسی هم نوشتن. شما اگر امروز با فارسی بنویسی دکتر نصر احمدی میبرته تو اون صفحه، با انگلیسی بنویسی میبرته تو اون صفحه. و ما باید از این که ما از دو تا فرهنگ، یکی ایرانی یکی آمریکایی هستیم، استفاده کنیم. حالا سوء استفاده نه، ولی نهایت استفاده رو ببریم. همین که مثلا دو زبان بودنمون، خودمون رو محدود نکنیم فقط به زبان فارسی، فقط با فارسی بنویسیم و کیبورد فارسی، وقتی یکی انگلیسی اسم ما شنیده باشه نمیتونه بزنه پیدا کنه. این از این ماجرا. و اما این بیچاره آقای فیدل کاسترو بعد از 60 سال که فعالیت کرد و این همه تحریم آمریکا و اینها، روز آخری هم که سوزندنش و خواستن این خاکستر رو ببرن به اصطلاح آرامگاه یا قبرستون اونجا خاک کنن، گفتم آقا سوار جیپ آمریکایی باشو. این جیپای آمریکایی 1940 سامش، مال سال 1948 و 50ش، هنوز داره کار میکنه. سوار یک ماشین جیپ روسی، یه تریلی کوچولو هم پشتش میکشن، فکر کنید چی شد؟ ماشین خاموش شد. حالا حتما نگاه کن این سوربی داره دروغ میگه. براتون پیدا میکنم، بهتون نشون میدم که سربازا یا ارتشیا اومدن دارن ماشین رو هول میدن. این نشون میده آقا، خانم، آقای فیدل کاسترو، هر کی که بود، آزادی خواه، سوشالیست، فلان، نتونست با این آمریکا در بیفته. خودشو اسیر کرد، مردمشو بدبخت کرد. بله دکتر دارن تا دلت بخواد، ولی دکتر چه کار میکنه؟ دکتر تو خیابون داره دونات میفروشه. اینی که بعضی وقتا، حالا ببخشید، این آخوندها اقلا برای خودشون بنز و بی ام و اینها خریدن، اقلا اگه ماشین کهنه های ایران رو نگه داشتن سالها سال، یا هواپیماهای چیز، اقلا برای خداشون هواپیماهای خوب و نمیدونم ماشین بنز و بی ام و اینها. ولی این بیچاره چیز فیدل کاسترو سوار یه جیپ روسی که اونم آخرین سواریش یا آخرین سفرش ماشین خراب شد. اینجا میدونید رسمه، به شوخی میگن وقتی مردی دیگه تو پشت چراغ قرمز وای نمیستی، چون پلیس میاد. چراغ قرمز هم اگه باشه جلوه اونایی که سبزن میبندن و به شما اجازه میدن بری برسی یه وقت دیر نشه به اون دنیا. خب و اما یه دختر خانمی به نام نرگس اشتری، دختر ایرانی انگلیسی کانادایی، در زندان در هند زندانیه و این بیچاره به قصد خیرخواهی به کمک به بچه های هندی رفته اونجا، زندگی آروم و خوب خودش رو ول کرده. بعد که به اونا داشته کمک میکرده، یکی از این بچه ها توی یک رودخونه خفه میشه میمیره و این مسئول شناخته شده. حالا جالب اینه که میگه سفارت ایران باهاش خیلی کمک کرده، وکیل گرفته اینها، حتی آقای ظریف رفته با اون رفته ملاقاتش و با اونها، با هم قطارای خودش توی هندوستان صحبت کرده که بابا این به امر خیر اومده اینجا، نیومده که این بچه رو بکشه. حالا اگر تصادفه این بچه کشته شده، خب به جای پول زندان اینا پولی بدید به ننه و بابای این، خلاصه. ولی آمریکا چیز انگلستان اصلا دخالت نکرده. این باز نشون میده از این پدر سوخته بودن انگلیسی ها و این دایجان ناپلئون بی خود نمیگفت کار انگلیس هاست. خب ببینم چی. بله مرسی، اینم نوشتن. دوستان لطف کنید اگر نمی ترسید، مسئله سر کار ندارید، اینها برنامه های فیسبوک ما رو برای دوستانتون شیر کنید. شیر کردنش هم خیلی ساده است، من این رو الان نشون میدم. امیدوارم آقای محبی هم امشب که برنامه دکتر جمشیدی رو میذاره، بعد این برنامه اگر از روی رادیو مادر پخش میشه، بیاد این پایین نوشته شیر بزنه و
با خود صفحه خودش شیر کنه. حسن این کار فیسبوک اینه که درسته که شما دو تا صفحه درست کردی، ولی حقیقتاً انگار دو تا اتاق توی خونه. کلیدشو که باز میکنی میای این اتاق اولی آفیست هست و اتاق کارت هست، اون سالن بزرگ مثلا رادیو مادره، یا توی کیس من این اتاق مال من سوربی، اون قسمت بزرگ مال تلویزیون مردمه. در صورت من همین الان شیر کردم، امیدوارم که شما هم دیده باشید. ببینید که این دوستون چی کار کرده. قبول اگه دیکتاتور در کشورش بود، فیدل اگه که دیکتاتور در کشورش بود، لااقل لشکرکشی به افغانستان و فلان تا مردم بیگناهش را بکشد. خب اینم شما درست میگی، ولی خود فیدلم خیلی اشتباه کرد، حتی با دوست خودش اون آقای چه گوارا، چون میدونید الان دیگه رسم شده نمیگن چه گوارا، میگن چه گوارا، و به احمدی نژاد میگن چه ناگوارا یا چه ناگوار. با اونم حتی بعدن مشکل پیدا کرد. در هر صورت پدر قدرت بسوز، این دونالد ترامپ هی آمد جیغ جیغ گرد تاینا. میدونید که از جمعه تا حالا دردسر درست کرده بین تایوان و چین و آمریکا. البته خداییش حرف درستی میزنه، میگه آقا شماها خودتون مسخره کردین، شماها به تایوان دارید سالیانه میلیاردها دلار، میلیونها اسلحه میفروشین، اون وقت به من میگید مستقیما باهاش حرف نزن، گول خودتون میزنید. اگر این زیر دست چینان، پس چرا اسلحهشو مستقیم از شما میخره؟ خلاصه میگن یکی از چیزایی که مردم اینو دوست دارن برای همین کارایشه که شما نمیتونی بدونی این ربع ساعت دیگه چه کاری انجام میده، یعنی غیر قابل چی میگن تصور، نه غیر قابل پیش بینی، کارایی میکنه که غیر قابل پیش بینی. جناب آقای سوربی لطفاً در حین اجرای سرود شاهنشاهی با دکتر احمدی تماس بگیرید. دوست عزیز از طریق فیسبوک، آقا یه چیزی رو شما متوجه نیستید، من اینجا برای برنامه خودم هم تهیه کننده هستم، هم مجری هستم، هم نمیدونم والا به این تکنیکال سپورت چی میگن، جاروکش و فراش و فراش کلمه خوبیه. آقا این آقای نصر احمدی میخواد یه برنامه هفته یه بار داشته باشه. خب من که نمیتونم یه شنبه 5 بار زنگ بزنم، 2 بار با آقای چمنارا تماس بگیرم، قبل از برنامه ایشون بین دقیقه 2 و 3 با ایشون تماس بگیرم. آقا به ایشون گفتم اگر پرسشی هست، سوالی هست، شما میخوای که من بپرسم، برای من بپرسید، این رسمه. ببینید برنامه کانون آوا پوستر چاپ میکنه، میگه امروز درباره این 5 مورد 3 مورد 4 تاپیک صحبت میکنن، بعد ما اون تاپیک رو عنوان میکنیم، اونا بازش میکنن. اینجا میگن you ask this question I elaborated، تو اینو سوال کن من بازش میکنم توضیح میدم. اینجوری اگه باشه حقیقتش من با آقای دکتر نصر احمدی نمیتونم کار کنم. من یه آدم بد اخلاق ولی خیلی منظمم، و این دوستان نمیگم مثل من باشن، ولی گیم ما، بازی ما اینه. اگر شما اومدی گفتی سوربی بیا بسکتبال بازی کنیم، من حق ندارم با پا بزنم به توپ. والیبال حق ندارم با پا بزنم به توپ. شما اگه میخوای فوتبال بازی کنی، من از قدیمم از فوتبال خوشم نمیاد. چرا؟ اولا یکیش که زمینا خاکی بود، سنگ و ناخاله بود، بعدم خوشم نمیاد. شما به من بگو چه گیمی میخوای بازی کنی. خب من موقعی که حالا 1000 تا شور تو سرمه با آقای چمنارا خداحافظی میکنم، اون سرود که حالا به شوخی میگیم سرود شاهنشاهی میذارم، زنگ بزنم با آقای احمدی. آقای احمدی هم ماشاءالله کمترین صحبتش 10 دقیقه طول میکشه، و مردم بشینن چی؟ بشینن منتظر ما؟ نکنید والا بلا ای بیاین. خب آقای سوربی لطفاً در حین پخش سلام شاهنشاهی برای من طرز تهیه آش شیرازی را این سعید به خدا یه روزی دلم میخواد این بیاد با ما برنامه داشته باشه. اولا خودمونم فکر کنم گرفتاری های منو داره، چون اونم مسئول یه جایی هست که هرچی خراب میشه، هرچی
چیز میشه، این باید درست کنه و ردیف کنه. احتمالا میدونه که مثلا وقتی طرف درسته کاری به کارش نداره، وقتی خراب میشه شب، نصف شب، صبح، دم صبح بهش زنگ میزنه، در صورت که باید وقتی درسته بهش تماس بگیره، بهش بگه که اینجوره یا اونجوره. در هر صورت این از این. چگونه سکته نکنیم؟ اول از همه کم بخوریم، خوراکای چرب نخوریم، خوراکای نمکدار نخوریم و عادت میکنیم. زالو درمانی، گفتم بهتون یه خانم پیرزنی بود، کلیمی هم بود تو شیراز. این بیچاره، من نمیدونم، تو شیراز میگفتن کلوک، یه چیزای سبز اینجوری بود، شهرزا و اینا میساختن، مثل خمره بود ولی کوچیک بود، دوتا هم دسته داشت، این یه بندی هم انداخته بود بهش، مینداخت پشت شونش، قوزی هم بود بیچاره. و این اون موقع ها داد میزد تو کوچه ها، حاجی مزالو. ما میگفتیم این حاجی مزالو کیه؟ حاجی کیه؟ زالو میدونیم چیه، میترسیدیم هم ازش، چون قیافه بنده خدا پیر و همچین ریشاش اینجوری کمی در هر صورت. بعدن یاد گرفتیم که بابا این کلمه هجامته، چیزی که از این تون میگه و به لحجه یا با اون تلفظ کلیمی های شیراز صحبت میکرد، شده بود حاجی مزالو. و من میدیدم بعضی خونه ها در واز میکنن، این میره اونجا و الان شما بزنید، حتی بنویسید زالو به انگلیسی یا حتی با فارسی بنویسید زالو، برید توی گوگل ببینید اصلا این بابا یه بیزینس بزرگ چیه، یه درمان بزرگی هست که همه دنیا نه، ولی مثل که کشورهای غربی هم یکی یکی قبولش کردن و دارن انجام میدن. و اگر از حیوان و حجامت و خون گرفتن با زالو خوشتون نمیاد، خون دادن با همین روشی که میرید اهدا میکنید، حتی میتونید بفروشید، اگر پول لازم دارید خونو میتونید بفروشید، حتی یه رقم هست خونتون رو میفروشید، مثل این که پلازما رو ازش میگیرن، پلازما همون گلبول سفیده، ما طبیعی نخونی بلد نیستیم، و خونه رو دوباره بهتون تزریق میکنن. من هر وقت که به هم اجازه بدن، یعنی نوبت وقت بشه برم، خون مثل که 400 سیسی هم میگیرن، اون وقتا 200 سیسی بود، لابد حالا نگاه هیکل اون میکنن، میگن آقا این خیلی خون زیاد داره، بکش ازش. جناب سوری، مسئله ایست که بهتر از اذان مطلع باشید، متاسفم از مزاحمت بیجا. اصلا شما مزاحم نیستید، من از شما تشکر کردم که این وظیفه سنگین را انجام میدید، ولی در اصل من بین این دوتا برنامه متاسفانه وقت ندارم و خود ایشون اگر چیزی هست که میتونن در برنامه زنده بگن بگن، اگه نیست نگه دارن بعد در یه فاصله دیگه. و من اصلا هیچ کارم آقا تو اون برنامه، من فقط این تلفن، حالا اینایی که کمک میکنن نمیدونم سنشون چقدره، احتمالا جوونه. شما اگه یکم همسنای ما بودیم، پیرتر بودید، ما هم تازه مخابرات که مثلا دیدیم دیگه، اون تلفن‌های تق 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 اینجوری روتاری بود، و قبل از این شما ور می‌داشتی یه چیز زنگ می‌زدی، اون مخابرات می‌گرفت، می‌گفت کی، می‌گفتی مثلا منزل قوامی، اون سیمو وصل می‌کرد به این، سیم شما رو وصل می‌کرد به اون، خونه اونا زنگ می‌زد. من اینجا این کار رو انجام میدم دوست عزیز و گرامی، من نه مسئول برنامه هستم، یعنی تهیه کننده برنامه، نه مجری هستم. اگه ایشون اجازه بده به عنوان یه شنونده سوالمو میپرسم، و همیشه هم گفتم هر چی میپرسم ایشون حق داره بگه الان من وقت پاسخ به این سوال رو ندارم، در برنامه آینده یا آخر برنامه، یعنی من حق شنوندگی فقط اینجا دارم. اینم از این. بازم از شما ممنون و متشکرم. و اما بریم ببینیم تو این پوشه براتون چی گذاشتیم. پوشه ها چه میگویند؟ بله، آها، اون ویدیوی 7 دقیقه‌ای چگونه سکته نکنیم، هر کسی میخواد ایمیل بفرست براش بفرستم که نخواد بشینه منتظر تو تلویزیون مردم نشون بده. خب اگه دوست داشت یه حمایتی هم انجام بده. گفتم بهتون یکی گفت آقا این سیدی شعر آقای یدالله طارمی رو من از کجا بخرم؟ گفتم من فکر نمی‌کنم ایشون درست کرده باشه بفروشه، ولی رو اینترنت هست. گفت من رو اینترنت نمیدونم چجوری پیدا کنم. گفتم ما گذاشتیم اینا. گفت حالا شما یه سیدی برای من بساز بفرست بیاد، من پولشو میدم. گفتم آقا من برات میفرستم، شما اگه دوست داشتی حمایت کن. براش فرستادیم، نمیدونم
این 5 دلار، 10 دلار، 20 دلار من و شما رو به کجا میبره؟ امیدوارم انقدر فقیر نباشید که 5 دلار و 1 دلار و 10 دلار تو زندگیتون تاثیر بذاره. اتفاقا یه ایمیلی امروز میخونم، یه دوست دارم خلبانه و عکسایی هم فرستاده که با دوستانی بوده، اینایی که ادعای جنبش میکردن و اینها، ولی الان نمیخواد صحبت کنه، الان هر وقت خواست بیاد صحبت کنه. بعد نوشته بود که ای کاش من داشتم تا به تلویزیون شما کمک میکردم. گفتم دوشنبه من در این مورد صحبت میکنم. دوست عزیز، اگر کسی داشته باشه کمک کنه، اون موقع به قول شیرازی ها هنونوی نکرده، هنری انجام نداده. اگه نداشته باشیم به دیگران کمک کنیم، اون موقع هنر کردیم. یه دکتری هست، این دکتر آقا محمدی دیوونه است یکم، یه دو بار باش برنامه گذاشتم اینا، گفتم آقا من نمیتونم بیام اینجا اینقدر مخارج و اینا، بعد برنامه و میکروفون بدم دست تو تا بیای نمیدونم مزخرف صحبت کنی، خب باید پولشو بدی. گفت آقا من پول ندارم. گفتم دروغ میگی، داری، برو وایسا دم یه فروشگاه 3 ساعت بنویس من میخوام یه جایی صحبت کنم، به هم گفتن باید مثلا 100 دلار به هم بدی، لطف کنی به من کمک کنی، باید ببینین امریکایی ها چجوری بهت کمک میکنن. دروغ میگیم. نمیخوام بگم این دوست خلبانمون دروغ میگه. یاد نگرفتیم که آقا امروز من کافی به جایی که برم از استارباکس 4 دلار 5 دلار میرم از 7-11، اصلا به جایی که برم اونجا تو خونم کافی رو درست میکنم، این پول رو میدم به اون تلویزیونی که دوست دارم، به اون رادیویی که دوست دارم. و اینجوری که شما می‌نویسید، این احساس گناه به ما دست میده، ای کاش من داشتم به شما کمک می‌کردم. من گاهی فکر می‌کنم خب حالا که من دارم، کاش که من به شما کمک می‌کنم حالا، یا اگه ندارم هم، اگه شما اینقدر وضعت بده من بهت کمک کنم. در اصلت نمیدونم، من دیدم اونایی که وضعشون خوبه و دارن کمتر کمک می‌کنن، اونایی که وضعشون نمی‌خوام بگم بده، اونایی که راضی هستن از زندگیشون، قانع هستن، به همه بیشتر کمک میکنن، هم به اونایی که نیازمندن، هم به اون تلویزیون و رادیویی که دوست دارن. و الی آخر، آخرین ماه سال 2016 است، ماه دسامبر. توی ماه دسامبر شما هر جا بری دلینگ 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 زنگ دارن میزنن، پول جمع میکنن، یکیش برای بچه ها اسباب بازی میخره، یکیش برای نمیدونم جاهای سرد پتو اینها. اگر امکان دارید میتونید کمک کنید. اگه اونا رو قبول ندارید، فکر میکنید این آقای خانمه که بیشترشون وضعشون خوبه، پولم نمیگیرن، مجانی میان تو سرما وای میسن، وایستاده که 50 سنت شما و 1 دلار شما رو بدزده، به اون کمک نکن. ولی برو یه جایی رو که امن و امانت هست پیدا کن، کمک کن. به این دلیل که اینا ممکنه پول منو بخورن، بهانه درست نکن و از کمک کردن فرار. اینم از این. خب دوست ما خانم ماندانا قرار بود زنگ بزنه و پیام بذاره که نایزاشتن. این همون یکی از اشکالای بزرگیه که وقتی دوستان میگن آقای سوربی میخوام باهات صحبت کنم، کی هستی؟ میگم خب فردا هستم. فردا زنگ میزنن من نیستم، بعد میگن که هیچی دیگه یادشون میره. در صورتی که همین الان که یادتون هست، همین بعد از برنامه، فردا شب، نصف شب، صبح زنگتون رو بزنید، پیامتون رو بذارید، توضیح مفصل یا مشروع یا اینجا میگن دیتیلتون رو بذارید. بعد ماها چیز خصوصی با هم نداریم. خدایا داکیومنت نیاک. نوشته که ما پنجشنبه 8 دسامبر یه فیلمی رو نشون میدیم به نام خیابان یک طرفه. 10 دلار میدید میرید توی این باس بویز اند پویت، یه جای بسیار خودمونی، خوراک ارزون، ساندویچای ارزون، آبجو ارزون، مشروب ارزون، و میشینید فیلم نگاه میکنید. 10 دلار هم فیلم میدید. این برنامه از طرف نیاک به اصطلاح الان چندین مدت هست اجرا میشه و خوبه دیگه، هم دوستانتون رو میبینید، هم رفتید یه فیلم میدیدید و همه چیز با هم. در رابطه با خاکستر فیدل کاسترو و خراب شدن ماشینش و اینها، یادم اومد که یه ایمیل یه دوستی برای من نوشته بود. نوشته بود آقای سوربی شما همیشه از خیام تعریف میکنی
و میدونم که دوستش داری، میخوام بهت بگم که این آقا خیام هم یه جورایی گیج بوده. گفتیم ای اون دیگه چه جوری گیج بوده؟ حافظ و سعدی و اینها میدونیم یه چیزایی رو میخواستن نگن، میترسیدن. و خیام نه، خیام خیلی باز صحبت میکنه و اصلا ترس و وحشتی نداره. گفت نه آقا شما این شعره رو برای من ترجمه کن. گفتم دیگه شعر فارسی که ترجمه نمیکنم. گفت تفسیرش کن، چون مرده شوم خاک مرا گم سازید. این قسمت اول، آقای خیام مرده، خاک شما گم میسازید. گم سازن یعنی چی؟ یعنی یا به باد بدین یا جنازه‌مو یه جای خاک کنید که هیچ کس خبر نداشته باشه کجاست. احوال مرا عبرت مردم سازید. اگه ما خاک شما رو گم کنیم، احوال شما رو چجوری عبرت مردم کنیم؟ حالا داستان‌ها شنیدیم که کوروش نمیدونم دستش رو از قبر بیرون گذاشت، اون یکی سر قبرش رو باز گذاشت، فلان اینها، که مردم عبرت بگیرن. شما رو چه کار کنیم آقای خیام؟ یکی اگه میخواد در این مورد صحبت کنه. حالا جالبتر اینه، خاکی رو که اول گفته گم کنید، اینجا میگه خاک تن من به باده آغشته کنید یا آغشته کنید و از کالبدم خشت سر خم سازید. ای بابا نظر دوست شد، خاکی رو که ما گم کردیم حالا بیاریم با شراب قاتیش کنیم خشت سر خم بسازیم. اقلا میگفتی شراب رو بخوریم با آب خشت سر خم بسازیم. در صورت توی شعر بعضی وقتا آدم کم میاره و این بی خود نیست، میگه قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. بله بریم صفحه فیدل کاسترو، این ماجرای جیپش رو به شما نشون بدم. و این بند خدا حتی روز آخری هم که داشت میرفت، به اصطلاح این آبروریزی رو برای روسیه و برای خود کوبا و این که چجوری اینها با اون یک دندبازی، حالا من نمیدونم چرا اینا از جای دیگه مثلا ماشینای خوب نگرفتن. ببینید دوستان، این تریلیه که ماشین ارتشی، تریلیای کوچیکیه. این حالا درسته که تابوته اینجان، ولی قرار بود که خاکسترش باشه، احتمالا خاکسترش توی اون تابوته و دارن میبرن که خاک کنن. قبل از این عکسا 5 نفر تو ماشینن و دارن میرن. اینجا ماشین خراب شده، اینا دارن هولش میدن. ای داد بیداد که توی قبرم باید با هول بری وقتی که برنامه ها طبق معمول چیز نباشه. اینم از آقای فیدل کاسترو و آخرین ماشین سواریش که سوار جیپ روسی بوده. خب بوسه شاه بر گونه جاسوس انگلیس. ممنونم، این را همشهری عزیزم آقای علی شیرازی فرستاده و ما هم خدمت شما نشون میدیم برای دوستانی که هی میگن آقا شاه میدونی شاه مجبور بود با آخوندا، بلا شاه خیلی روشن فکر بود. ببینید چه بالا، من فکر نمیکنم شاه عکسی داشته باشه اینجوری از بچه هاش بوس گرفته باشه، ولی چه بوسه ای زده به این آیت الله کاشانی به نشان سپاس از ناجوانمردی او در حق مصدق و به ثمر رسیدن کودتای 28 مرداد. شهی در خدمت ملا و دین بود، پسر برعکس بابا این چنین بود. در شاهی چو شد بر روی وی باز، بنای مسجد و منبر شد آغاز. آقا باباشم طرفدار آخوندا بوده. حتی کتاب خود شاه رو بخونید، خود شاه میگه برعکس اون چیزی که شایعه شده یا شایع هست و مردم فکر میکنن پدر من با روحانیت بد بود، پدر ایشون با روحانیت خوب بود. شما و من نمیخونیم، اشکالمون اینه، نمیخونیم. اوکی. و اما بریم سراغ این رو، آقای حسن خزایی برای ما فرستاده. آقای خزایی کم کم ما رو ناامید کرد، گفت برج 11 میام. گفتم خب بیا. گفت روز 11 از برج 11 میام. گفتم خب بیا، ولی نیامد. الان ماه دسامبر شد و حالا که اومده با این نوشته ها و خبرها میاد و ایشون برای من خبر میفرسته. خب البته جا داره من ازشون تشکر کنم، ولی دوست عزیز من خبر کم ندارم. خبر چی میگن،
مجری برنامه خبری کم دارم. نگاهی به تفاوت دستمزد بین زنان و مردان در کشورهای مختلف. آهان، باز من یک گله دیگه از آقای نصر احمدی بکنم که این دوستانی که در فیسبوک هستن شاید بتونن ایشون رو قانع کنن که ببینید آقای نصر احمدی، شما اگر یه چیزی که به فکرت میرسه بنویسی، اون وقت اینجوری نیست که یادت بره بعد که یادت افتاد زنگ بزنی بعد سربی نباشه بعد به سربی بگی به من زنگ بزنه. بنویس عزیز من. شما افتخار نکن که من نوشته ندارم، افتخار کن که حرفای خودت هم میزنی تا بتونی به ترتیب بگی. من اون روز چون دیدم دوستان گله کردن که آقا اول برنامه اومدی تبلیغ میکنی، امروز نوشتم 3 تبلیغ: چاقو، ماهیتابه، سوسیس، 2:45 شروع کن. اینا هم می‌نویسن آمریکایی‌ها، میگن یادداشت به خودم. برای خودش تلفن میزنه، پیام میذاره، شب نشسته تلویزیون نگاه میکنه، یادش میاد که به دوستش سیروس قول داده که آقا چند تا عکس بفرسه، عکس فرش. بعد زنگ میزنه به خودش که صبح که اومدم اینجا به سیروس این عکس ها رو بفرستم. صبح که میام پیامگیری که روشن میکنم میبینم راجع به فرش هست. یه تبلیغی هم برای فرش کنم. یه فرشی رو من سالها پیش که پولدار بودم 1995 5/16 21 سال پیش خریدم 3500 و یه مشتی هم تکس و مکس دادیم. حالا شما بگو 3500 فرش بزرگی 12 فوت در 9 فوت چی میشه؟ 3 در 4 خودمون میشه و سیلکه، ابریشمه. یکم عکساش هم بهتون نشون بدم اگه کسی میخواد. اگه تو این منطقه باشید حاضرم با ماشینم تاخت میگفتن بزنم. چرا میگفتن تاخت؟ تاخت و تاز یا مسابقه که نیست که، اینجا میگن ترید، یعنی عوض کنین. اینجا بارتر هم میگن و دولت هم بدش میاد از این کار. دولت البته این کارا اینجوری نه، دولت میگه شما نمیتونی تخم مرغ تو بیاری تو بازار بدی به یه نفر و از اون بنزین بگیری ببری. تو تخم مرغ تو باید بفروشی، ما مالیات بگیریم، بعد بری بنزین بخری، از بنزین هم مالیات بگیریم. یعنی حقیقتا دولت مثل کازینوه، اونی که میبره ازش پول میگیره، اونی که میبازه ازش پول میگیره. ایشون برنده است، من و شما بیچاره بازنده. اینم از این. خب دوستای خوبمونم روی فیسبوک هستن، ممنون و متشکرم. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و اما روز جمعه من یه وبسایتی رو میخواستم نشون بدم، قاطی کردم، مترو کوکینگ، و گفتم که شنبه و یه شنبه ما باید میرفتیم اونجا یک ریپورتی تهیه میکردیم. شما هم اگه برنامه داشته باشید، من توی این منطقه کارهای ویدیویی انجام میدم، اسایمنت ویدیو میتونیم قبول کنیم. به شوخی هم میگم ما مثل آخوندا از تولد تا مرگ با شما هستیم. بچه دنیا میاد، بچه داداش جشن تولدشه میاد، بعد مدرسه میره، بعد نمیدونم فارغ التحصیل میشه، بعد ازدواج میکنه، بعد خدای نکرده فامیلت، پدرت، کسی فوت میشه تو مراسم. یادم مثلا من مراسم یادبود تیمسار مدنی رو با وجودی که فیلمبردار از نیویورک آورده بودن، ولی منم فیلمبرداری کردم. و این خیلی خوبه که حالا یه نفر اگر استخدام میکنید، خودتونم مثلا یه کسی تو فامیل که دوست داره علاقه داره اونم فیلم بگیره که اگه خدای نکرده اون یکی خراب شد، تصادف شد، حداقل این باشه. در اصل اگه کارهای ویدیویی هم داشته باشید اینجا ما هستیم و بهتونم قول میدم دو برابر بهتون حساب کنم. نه بابا، ما نرخامون انقدر خوبه که خودمون بعضی وقتا خجالت میکشیم به مردم بگیم انقدر کم میگیریم. روز شنبه من به اتفاق یکی از دوستام زور از اینجا راه افتادیم، رفتیم واشنگتن و رفتیم مترو کوکینگ. حالا اجازه بدید اینو بهتون نشون بدم و بریم مترو کوکینگ و ببینیم چیه این ماجرای مترو کوکینگ و چرا اینها از یه جایی این همه استفاده میکنن ولی ما از این همه جا که داریم استفاده صحیح نمیکنیم. اینا مدرسه هاشون نگاه کنید، اصل میشه نمیدونم کلاس انگلیسی و کلاس های زبان دیگه، فردا میشه کلاس رقص و الی آخر. ولی مال ما تنها استفاده که یاد گرفته بودن این بود که
تابستون و عید بدنش به این بدبختای معلمی که هیچ جایی نداشتن، نه هتلی نه چیزی. وقت معلم با زن و بچهش باید میرفت توی مدرسه، چه تختی چه چیزی، خودشون هم لافت و شکشن میبردن روی این تخت و نیمکت ها میخوابیدن. حالا بازم اقلا خوب بوده این استفاده کرده. بذارید من این رو بهتون نشون بدم، مترو کوکینگ. اینم براتون میخوام امروز سنگ تموم بذارم و با یک اناری که امریکایی‌ها لامصبا چقدر از این انار این روزا استفاده میکنن و عکساش این ور اون ور هست. یه روزی آقای تیمسار آریانپور حرف قشنگی زد، گفت آقای سوربین نگاه کن، ما از انار یه استفاده میکردیم، حالا اینا ببین چند ردیف دوا و دارو و نمیدونم نوشیدنی و فلان اینها درست کردن تو این چند سالی که با این آشنا شده. دوستان این وبسایت مترو کوکینگ هست و میبینید اینجا نوشته سوم و چهارم چیز تبلیغشون بوده. والا اینا به ما پولم ندادن، فقط چون من جزو لیستشون هستم و فرستاده بودن و ما هم گفتیم که دوست داریم اینجا باشیم، لطف کرده بودن دو تا میدیا پس برای ما گذاشته بودن، رفتیم اونجا استفاده کردیم. ولی حالا جالبتر این قسمت هست. اولا شفا یا آشپزای معروفی که شما تو تلویزیون میبینید میان اونجا برنامه دارن. خب مردم با خریدن بلیت و رفتن اونجا و شرکت توی برنامه زنده اینا، اینها رو حمایت میکنن، به طرف میگن بابا ما ممنونیم که تو تلویزیون میای فیلم میذاری. نمیگه مثل ما آقا بلند شم حالا برم اونجا پول پارکینگم بدم که میخوام اینو ببینم. خب این که تو تلویزیون هست، این تفاوت ما با اونها. و اما برگردیم به استودیوی جهانی تلویزیون مردم و ببینیم این سوربی از توی این مارگیرا بودن، کیسه داشتن یا چیز داشتن، یا کیسه داشتن یا باکس جعبه داشتن که مار در می آوردن. حالا اینه، این اولا میلتونز لوکال، این یه خانمی اونجا بود به ما اینجوری یه تیکه انقدی سوسیس سرخ کرده بودن با یه دونه خلال دندون، یا اینجا هم اینجا بهش میگن توتپیک، خلال دندون میزنن داخلش که دست کثیف نشه، چیزا کثیف نشه، خیلی تمیز. اونجا هم یه ظرفی گذاشته اینه که خورده چوبه رو میندازه توش، داد به ما. گفتم عجب خوشمزه است. بعد گفت شما میدیا هستی؟ کی هستی؟ کجا هستی؟ گفتم که ما میدیا هستیم ولی خدا نصیب نکنه میدیای فارسی هستیم و این دوستای ما یه جورایی هستن. اگه بهش گفتی آقا برو رستوران چی بخور، میگه آقا رستوران چیه، زنگ میزنم میرم خونه خواهرم، نمیدونی چه آبگوشتی درست میکنه. اگه رستوران داره بگیم آگهی بده، میگه آقا وضعم اینقدر خرابه پول آگهی ندارم. اگه رستوران خوبی باشه وضعش خوب باشه بگیم آگهی بده، میگه آقا من که وضعم خوبه دیگه آگهی برای چی بدم. یعنی حالا شما ببینید من بیچاره با اینا با چیکار کنم. بماند برگردیم به تبلیغ و اینها. و اما یه پاکتی هم دادن به ما، پاکت و کیف و اینا تا دلتون بخواد. حالا من بیارمتون سراغ این یکی که براتون تعریف کنم که بعضی وقتا آدم چجوری تصادفاً موفق میشه. یه آقای اونجا بود، من دیدم خیلی قشنگ با این چاقوه داره، این میدونید گوجه فرنگی خیلی بریدنش مشکله به خاطر اون پوست نازک روش هست، اگرم یکم مونده شده باشه که دیگه واویلا و باید چاقوتون خیلی تیز باشه. دیدم این گوجه فرنگی رو همچین نازک میباره، بعد اینجوری با ته دستش اینجوری میکنه اون سر گوجه فرنگی رو هم در میاره، بعد فلفل کات کرد، بعد با همین ته دستش دوباره این فلفلا رو تمیز کرد. من وایسادم یکم نگاش میکردم، مرد خندید، اسمش استیو هست فکر کنم، اینی که با من صحبت کرد استیو ریکس. آره میدونی مثلا اینا دوتا شریکن، یکی شنبه میاد نمایش میده، یکیش یه شنبه میاد. خلاصه ما شنبه وایسادیم نگاه کردیم و این آقای استیو ریکس اونم باز تا دید ما اینجا نوشته مدیا، بهش گفتم که شما باید این کاری که انجام میدی الان ازش ویدیو بگیری، بعد که وای میسی استراحت کنی ویدیوه نشون بده برای اونایی که میان که نخوان ربع ساعت وایسن تا تو بیای دوباره. گفت آره این فکر خوبیه و اینا، تو بلد این کارا رو؟ گفتیم بله بابا بلد انجام میدیم. خلاصه یه جابی ما همونجا گرفتیم.
یه دونه از این کاردار رو به ما داد، گفت خیلی ممنون و من باهات تماس میگیرم. گفتم تو فقط این کار رو انجام میدی؟ گفت نه، ما دو تام رستوران داریم، یکیش توی فران رویال. گفتم ای فران رویال، من اونجا بیمه شروع کردم و میشناسم اینا رو فلان اینا رو. گفت کیا میشناسی؟ گفتم این. گفت اوکی. یکی هم تو هرندون. گفتم اه هرندون هم نزدیک خونمونه، آدرس بده ما بیایم رستوران. بعد میدونی وقتی یه آدمی رو میبینن توپله، میدونن که این رستوران دوست داره. آدرس داد و اینها، و بهش گفتم که من حالا که شما لطف کردین اینو به من دادید، منم دوشنبه توی برنامه‌ام این رو اینجا میگن پلاگ میکنم یا پروموت میکنم. دوستان اگه یادتون باشه ما چند سال پیش یه تبلیغی داشتیم مال وسیله ماهیگیری، یه تبلیغ داشتیم مال چاقو بود که چقدر هم اون میفروخ اون چاقوه، و اونا سیستمشون فرق میکرد. اونا چاقو رو ما نمایش میدادیم، شما زنگ که میزدی وقتی به اون شماره زنگ میزدی اینا میفهمیدن از طرف تلویزیون ما رفتی، خودشون هم کمیسیونشون رو مثل جی ال باکس نبود کش بره، کمیسیون ما رو برای اون میفرستاد بدونی که ما بدونیم، میگو این ما 3 تا فروختی، این ما 4 تا فروختی. ولی اینا هنوز اون کار نکردن، اینا هنوز نه ویدیو درست کردن نه چیزی. روی وبسایت خودشون به نام www که مشترکه مال همه است، World Wide Web نقطه آستین، مثل آستین تگزاس ولی این فامیله آستین بعد خط فاصله ریکس.com. حالا بذارید من اینجا بهتون نشون بدم، از اینجا بریم یه نگاهی کنیم، یه حالی داده باشیم به این آقای استیو ریکس. www آستین شریکشه، اینم خودش راکس، درست میگم؟ بله .com. و ببینیم که اونجا چی داره. ای بابا اشتباه رفتیم مسکه. آستین AUSTIN ریکس، ببخشید من زدم آستین آستین ریکس، آستین خط فاصله ریکس .com. اینه، واقعا قبلا عکس میگرفتم تنبلی کردم. آها اینه، ببینید اون چیزی که من بهش گفتم، باید به جای این چاقو. آها ماجرای اصلی رو بابا یادم رفت بهتون بگم، خوب شد که اومدم اینجا نگاه کنید. بله اینجا هم توضیح داده چجوری ارده بدید. ماجرای این چیه؟ گفت ما چون رستورانمون به اصطلاح خیلی اونجا باید سریع کار کنیم و اینها، من و شریکم یه روزی فکر کردیم که این هی دو تا سه تا چاقو مختلف استفاده کردن وقت ما رو زیاد میگیره. آمدیم یه دونه چاقو و یه دونه از این چیزایی که همین ته چاقو رو اگه نگاه کنید دوستان، من باز بهتون نشون بدم، اینو با داک تیپ، این داک تیپ هم برای داک مثل مرغابی استفاده میکنن، هم برای داک هواکش، ولی جالبه میگن اصلا برای این کارا هم استفاده نمیشه، حالا چجوری این اسم رو گرفته نمیدونم. گفت با داک تیپ این قسمت رو که مثل یک قاشقه بستیم به چاقو، گفت استفاده میکردیم، وقتی هم نمیخواستیم میذاشتیمش توی به اصطلاح ظرفشویی، تا اینکه میدونید اینا مثلا ماهیانه دو هفته یه بار هلت دیپارتمنت یعنی سازمان اون اداره بهداری و اینها آمده و وقتی نگاه کرده گفته که نه 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 نه، شما این چسب به داکت تیپ اینو نمیتونید بذارید توی ظرفشویی، اصلا این کاری که میکنید توی این باکتری جمع میشه و هم خطرناکه هم این چیز نیست و اینها. گفت ما دیدیم ای بابا، ما این درست کرده بودیم به این سادگی کارمون اینقدر زود انجام میداد، حالا چه کار کنیم؟ گفت که همون موقع به این فکر رسیدیم که خب ما اینو به صورت یه چاقو در میاریم، هم چاقوه هم تهش اینه که قشنگ چیزای فلفل رو در میاره، چیزای گوجه فرنگی رو در میاره. حالا امیدوارم یه ویدیو درست کنیم براش بیشتر و بیشتر به شما نشون بده. اسم این رو هم گذاشتن شارک تیل. ببینید اسم این اینجا شارک تیل، اگه اسم یادتون رم رفت، تیل یعنی دم، شارک هم که یعنی کوسه، اسم اینو گذاشته دم کوسه و نوشته که پرپ تایم یعنی اون پرپریشن تایم اینا رو خیلی کم میکنه. خب از این بگذاریم، این تبلیغ چیز رو هم بهتون نشون دادیم، اون کیسه مال یه جایی بود که سوسیس درست میکردن، میلتونز لوکا.
چرا حالا من دارم آگهیشون مجانی انجام میدم؟ وقتی به من داد گفتم عجب خوشمزه است، اینو چجوری درست کردین؟ گفت همینو کات میکنی میذاری تو مایتابه، ولی بذار اینقدر گرم ملایم تا تمام روغناش بره و فقط این گوشتش بمونه. یک چیز خوشمزه، یکم هم سیاه شده بود. خلاصه وقتی اینو داد گفتم اوکی خیلی ممنون. بعد دیدم همون که گفتم اون کیفه رو گرفت و یه دونه از اون سوسیسا هم که 4 تا سوسیس توش بود که 8 دلار بود اونم به ما داد. گفتیم چنه؟ گفت بی مایگست. بی مایگست یعنی مهمان من باش. گفتیم باشه خیلی ممنون. فکر کنم فهمید ما تلویزیون ایرانی هستیم، پول نداریم. خلاصه و اما رفتیم یه جای دیگه، دیدیم خانمه داره نمایش میده. اینا کارهای من این بذارم پایین ببخشید صدا میده. دیدیم داره نمایش میده مایتابه‌هایی که مایتابه کوچیک برای یه تخمه، دو تخمه، مایتابه برای پنکیک اینها. من به پای آقای باقری نمیرسیدم، یا اون آقای کی بود خیلی بد با بلنگو میرفت اون بالا کانال یک داد میزد، رافی خاچاتوریان برای چی فروختن، اصلا فروشنده خوبی نیستم. در هر صورت به این خانمه گفتم که خب شما میگید این سرامیک مگه شکستنی نیست؟ گفت نه، این جنس داخلش سرامیکه، قبلا تفلان بوده. تفلان یک کمی بعضیا میگن ممکنه نمیدونم سرطان بیاره، فلان بیاره اینها. گفت ما اینو کردیم سرامیک، اسمش هم گذاشتن گرین سبز، گرین پن. میدونی که این روزا خیلی ها طرفدار گرین و اینها هستن. گرین پن، شماره تلفن هم داره، وبسایت خوبی هم داره، greenpan.com. یه بار دیگه ببرمتون روی این ماجرای چاقو، روی چاقو نمیبرمتون، روی تصویرش میبرم. ما شما رو دوست داریم، ما شما رو به دست چاقو نمیدیم. اینجا بزنیم ببینیم وبسایت greenpan چی نشون میده. خودمونم کم کم آماده کنیم بریم خدمت greenpan.com، بریم خدمت آقای چمنارا. ساعت 3:57 دقیقه است. بله گرین پن عزیزم راحت ادامه دارد. یک کمی وبسایتش طول کشید تا بیاد ولی آمد. گفت آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ اینم وبسایتشونه که به شما نشون دادیم و میگه اینترنشنال یو اس ای. کجا هستی؟ آمریکا هستم. و الی آخر گرین پن. چیز قشنگی که من اونجا دیدم یه مایتابه چارگوش داشت برای توست، برای نون توست. فکر کنم اگر اشتباه نکنم یه جایی من خوندم تو این همه اختراعات و اینایی که کردن نون توست یکی از بزرگترین اختراعات اگه اشتباه نکنم قرن 20 بوده. ضمناً یه جایی داشتیم ساز دهنی میزدیم، یه نفر گفت این ساز میدونی چند ساله درست شده؟ گفتم خیلی وقته. گفت تقریبا داره میشه 200 سال، 1800 و سامتین. ختم برنامه. شما هم میتونید برنامه داشته باشید. بریم سراغ آقای چمنارا. یک قطع و وصل جزئی میشه که بتونیم ما سیستم رو از اینجا عوض کنیم به سیستم اون دوستان. با ما باشید. مرسی.